تو این ویدیو میخوایم بی‌ادبانه ترین، وحشیانه ترین، غیر اخلاقی ترین، باحال ترین، در عین حال جذاب ترین کامنت های شما رو بخونیم. بله، یه سری کامنت هست کریر ما رو نابود کرده. آره خب واقع. گذاشتید، ما واقعا ازش بی‌خبر بودیم، گفتیم حالا میخوایم کانتنت بسازیم همه رو بخونیم. پشمامون ریخته، یه کوچول بریم بیایم ببینیم چه بلایی سر ما آوردید. Let's go. قبل از اینکه بریم سراغ کامنت های سمی شما، لایک رو بزن، کامنت، سابسکرایب، همه چی، همین. خب ما قرار بود واسه این ویدیو هم بهترین کامنت ها رو بخونیم هم بدترین کامنت ها. بله گفتم آقا بهترین کامنت ها یه مشخصه دیگه، دمتون گرم، مخلصتونیم، خیلی لطف دارید به ما. یعنی ما داشتیم جمع می‌کردیم کامنت ها رو توی همین چند تا ویدیو اخیر، واقعا خفنی، دمتون گرم، کلی انرژی میدید. یعنی ببین کامنت های خوب به بعد 90 به 10 واقعا، شاید 95 به 5 باشه. عشق مایید، خاک پاتونیم. خب حالا کامنت های بعد یه جوریه که آدمو قلقلک میده، حال میده. بعضیاش خب بعضیاش حالا بی ادبانه است، ولی بعضیاش خوبه، حال میده. آره قلقلک میده، خیلی بانمکی. اونا رو جمع کردیم، قراره واسهتون بخونیم ببینید چه بلایی سر ما آوردید. بله گوش کنید فقط. خب. آماده ای؟ بفرمایید. خب یکی تو این ویدیو آخر که جوک شعر عمه ای رو گرفته بودیم نوشته بود وا مسخره، دو تا مشنگ خوردن به هم. ما مشنگ نیستیم، خوشحالیم. آره این یک کامنت. بعد یکی نوشته بود که واین چه مسخره، هر جوکی میگه خودش بیشتر از همه میخنده. هم واسه شوکه شورم خنده. آره دیگه باید میخندید که من خندم مینداختی بابا. آره یکی گفته بود که صابر داداش قربون ریشات بشم. مخلص. قربون ریشات. حالا یکی برگشته بود گفته حالا اگه نوشی یه نخون. یکی نوشته بود داداش تو که مثلا فلانی رو مسخره میکنی خودت فکت بگیره جر میده. جای بگیره جر میده. آره جای بگیره جر میده. دهنه دوزارید. از کجا میارید اینا رو؟ آه به این قشنگی. آره توی ولاگ شیرپستمون یکی نوشته بود عوض شیرپسته بیاین اینو بخورید. داداش چرا اینجوری میکنی؟ ما دوست باشیم با هم دیگه. ما هیچ کاری، ما بلاک میگیم واسه شما. یه بعد هم موقعی گفته که بسته دیگه خسته شدم، چقدر تبلیغ میکنید. آها باید تبلیغ، ما بلاک گذاشتیم دو نصف شب رفتیم مثلا فروشگاه شبانه روزی شهروند، گفت حاجی چه پولی بهتون دادن که ساعت دو نصف شب رفتیم اونجا. به خدا ما همه رو دلی میریم اصلا. چه پول؟ همه کار، چه مثلا حالا شیر بسته باشه فلان باشه اصلا، خیلی هر جایی که چه پولی به دادم تا ساعت دو نصف شب رفتید اونجا چه پولی دادن واقعا. آره جالا این آخه خیلی شنیدم، من خیلی می نویسم. آره یکی نوشته که توی اون ویدیویی که عکس های قدیمی اونو نکاشه بودیم نوشته که آقا صابر شما تغییر نکردی، شفا گرفتی. نه بابا من اینو قبول ندارم. نه خوب یعنی به اون موقع یه جور خوب بوده، الان یه جور خوبه دیگه. برید ببینید، من اون زمان شاخ اون زمان بودم، الان هم حالا یه شما بگید دیگه. نه دیگه شما بگید. شما بفرمایید و شما. شما من خود سربری. از ببین از خود تعریف کردن گوخوریه. بله بله نسبت بله دیگران باید تعریف کنید دیگه. خب یکی گفته مهسا واقعا گرگ درجه یکی بودی که تونستی صابر رو تور کنی برش بزنی. بردنت بالا. واقعا من کارم بلدم، حالا تعریف خود نباشه. آره یکی گفته که صابر داداش من با دیدن عکس و فیلمات گی شدم. اوه نه باید اینو میگفتی بس بوغ بذار. آره چه خوشش اومده دیگه، هم گرا شده. آره داداشم اون خوشش اومده. آره اشکال نداره. ای بابا دیگه اینجوری. البته ویدیو قدیمی مو الان که ریشتم. آره ویدیو قدیمی که گذاشته بودن تو همون صابر قدیم و صابر جدید و این چیزا. آره خب یکی گفته که مهسا عکساتو سوزوندی، بچه‌تو میخوای چی کار کنی؟ وای ببین این خیلی داغونم کرد. خدا شاهده داغونم نه کرد. بابا رفتم تو فکر بچه‌جون راست میگه. حاجی ان شاءالله که بچه‌م همه جوری به من بره.
برو بابا بیا ادب، من خودم خوب بیارم. قیافه اخلاق داداشو رو که اصلا واقعا سمتشون نره، مثلا میگم مثلا یه ژن مثلا از داداشو خوک برزنه چقدر بیادابه، ترجیح میدم مثلا هیچ ژنی به اونا نره اصلا. ایبو همش خودم باشه، همش خودم. خب یکی گفته که آه سر اون ویدیو تفنگه که داشتی دست میگری، یکی گفته که صاحب داداش چرا هر سوراخی میبینی دست میکنی توش؟ راست میگه هرچی میدیدی اینجوری اینجوری میکردی. توی یکی از ویدیوها نمیدونم کی بود چی بود چرا نمیشه بود شما خیلی خزید. آره نه نه خودش از حق نگه نمیدونم، اونم نظریه به هر حال. اونم نظریه. آره یه ما اینجا این که کامنت های بد رو بخونیم. خب مرد اونیه که کامنت بد بخونه. بد بخونه بله، شما خیلی خزید. مرسی. یکی نوشته بود حاجی قضاوت کار خداست، من فقط میشینم به شما دوتا میخندم. نه بابا حاجی این همه سنگیتر. یکی دیگه دوباره نوشته قضاوت کار خداست، ما فقط توهین میکنیم. بابا این نوشته حاجی خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. مثلا کریرم الان اینجوری سراخ شد، الان کریرم متزلزل شد با این حرکت. خیلی دارک بود. خب وای این خیلی خوب بود. یکی توی همین عکسای قدیمی من تو... اصلا من خودم دفعه اولم دارم میشتم این چیزا. آره من با شما هم الان. آره من با شما. یکی توی اون عکسای قدیمی که گوشه بودی نشه بود صابر سوم دبیرستان محسن لرستانی بوده، شبیه محسن لرستانی بوده. چرا؟ نمیدونم من کجاش این محسن لرستانیه. من چه محسن لرستانی یاد نمیدونم کیه دقیقا، یعنی میدونم کیه چهرش اصلا. نهاشی ایشان اصلا از لحاظه این که ریش و اینا بودن میگه سفید بفید بودن. نمیدونم. بعد حالا در مورد من یکی نوشته بود مثل تو کپی سحر جعفری جوزنی بودی، من این از خیلی شنیدم. آره بیا خیلی گفتن هستم شبیه. بگید اگه هستم بگید شایی محسایی اصلا بگید بهمون. بگید بهمون که من و صابر شبیه کدوم مثلا آرتیست هم. صابر که خیلی بهش میگه شبیه چیزی گیگچت. حالا اون که حالا به صورت آره آره اون به صورت یه خور مسخره طور میگن. آره شبیه هر کسی بگید با حال من خوشم میاد. آره یکی نوشته مهسا اگر شوهر نمی کرد خوب شد شوهر کردی، اگر شوهر نمی کردی الان 20 کیلو بودی به عنوان چوب گلف ازت استفاده می کردن. میدونم چرا اینو گفته، چون ما یکی توی یکی از ویدیو گفتیم آجی من با مهسا آشنا شدم 40 کیلو بود الان شده 60 کیلو، 20 کیلو جاق شده، حالا داره از من نگاه میکنه میگه حالا اگه ازدواج کنی تو نصف میشدی. 20 کیلو میشه. راست میگه من خودت خیلی لاغر بودم. خیلی اصلا یادتونه سلام مهسا اینطوری که خوچ میشی من دیگه عجبات. بعد در مورد چیز دوربین مخفیامون خیلی نوشتن که الکیه هماهنگ شده است، الکیه زایه الکیه الکی نه نیست خداییش بابا ناموسن. من اون ویدیو چیز هست که پیش اومده مثلا یکی دو بار مثلا صابر فکر کنم وسطاش فهمیده ولی ادامه داده ها، ولی اینکه از اول هماهنگ شده باشه نیست. حاجی بابا من این ویدیو دوربین گرفتم دیدید 100% تو باسنم باسن مبارکم آمپولی زدم گیر کرده 10 دقیقه میگه فیکه. حاجی اون آمپول چجوری تو باسن من فیکه؟ واقعا آره من اینجوری اینجوری داشت لغ میزد دهنت سرویس بود با من داخل بود چجوری میشه اصلی خودش به هر قیمتی دیگه نیاد بگید فیکه دیگه یه زن فکر کنید بابا دارم زحمت میکشی. مشکل داریم. خب یکی گفت آره همون گفتی که فکت جای بگیره جر میده اونو گفتن. یکی سر ویدیویی که من داشتم آرایشت میکردم اصلا ویدیو چیز کامنت هایی که خیلی سمه جون چه لعبتی لعبت. آره بعد یکی بده بزنی یکی نوشته بود که صابر شوهرش نمیدی برای داداشم میخوام. یکی نوشته بود چیزه الان داره یادم میاد این ریش و پشمو رو بزنی خیلی بهتر میشی و آرایش و فلان و اینا ترگل برگل و خیلی خوشت میاد و کلی استیکر مستیکرهای خوشگل ماچو موچو قشرات آب و آره خلاصه
ببین ما این کامنت ها رو حالا مهسا از اون ویدیوهای ولاگ و این چیزامون در آورده. آره از ویدیو. حالا مثلا ما بخوایم از ویدیوهای ریاکشن اون در بیاریم خیلی بیشتره. با مثلا ما مثلا ریاکشن توماجمون تیفوس که رفتیم 800 تا کامنت خورده. نه بابا. آره. خب مثلا اونو باید بشین یه شب تا صبح بخونین چی نوشتم واسه. آره. نه من همین ویدیوی اخیر رو در آوردم، ولی خب واقعا بیشترش رو به ما خیلی لطف دارید، کلی تعریف تمجید، اصلا دیگه ما داریم پر در میاریم دمتون گرم. ولی عشق من به کلشون بوس گرفتم، ماچ به کله همتون. ولی خب اینا خیلی باحال بود، بامزه بود. نه باحال بود بالاخره اون ویدیوی اخیر. مثلا 100 تا کامنت خوب، یه کامنت بعدم باشه خوبه دیگه. آره خوبه، ما انتقاد پذیریم. شوخی کنید با همون، کریرمون رو خراب شوخی کنید. آقا لذت بریم، دمتون گرم. دوست داشتم. خب بازم بینه توی نکنید دیگه، اذیت هم نکنید. اذیت میشه. آره. خب نه هر چیز سایت بنویسید، به خود ما اوپن مایندیم. اوپن مایند که میگم یعنی انتقاد پذیر. خزیم ما خیلی خز. خز؟ انتقاد پذیریم. خب آره دیگه همین. شما هر چی بنویسید جاتون اینجاست. اینجا بله. آره دوستتون داریم. کلی زیاد تا ویدیوی بعد. مخلص.